سلام و درود به همه رفقای عزیز. یه سری قطعه داریم توی موتور، ریز و درشت هم داره، به نام کاسه نمد. اما کار این کاسه نمدا چیه و چجوری خراب میشه؟ حتما لایک کنید، بیاید جلوتر تا کامل بهتون توضیح بدم. به این قطعه خیلی ناز و مامانی بهش میگن کاسه نمد. کاسه نمد ها شکل های متفاوتی داره و انواع متفاوتی هم داره. اما از چی ساخته میشه کاسه نمد؟ کاسه نمد یه پلاستیک نیمه نرم هست، این پلاستیک قهوه‌ای که شما میبینید، و یه فنر توی قسمت نرم کاسه نمد به کار رفته، اونم این فنره، یه فنر خیلی ریز. کاسه نمد ها اندازه های متفاوتی داره و شکل های متفاوتی هم داره. توی ماشین های ایرانی دقیقا 3 تا کاسه نمد داریم، بیشتر هم هست ولی خب معمولا 3 تاست: کاسه نمد سر میلنگ، کاسه نمد ته میلنگ و کاسه نمد میلسوپاپ ها. اما در مورد این که کاسه نمد چه وظیفه‌ای داره باید یه مقدار توضیح بدم. ببینید، کاسه نمد مثل یه سد عمل میکنه، مانع خروج روغن از داخل موتور میشه و مانع ورود آب به موتور ماشین میشه. دقیقا مثل یک سد و توی جاهای مختلف ماشین وصل میشه. معمولا توی ماشین های ایرانی به این صورت روی قسمت میلسوپاپ وصل میشه، اون قسمت تهش یا قسمت اولش. معمولا توی ماشین های ما قسمتی وصل میشه که پشت دنده میلسوپاپه، یعنی اینجا. اما به چه شکل نصب میشه؟ همیشه این قسمت صاف و یک دستش رو به بیرونه و همیشه این قسمت فنری و این چاله‌ای که اینجا داره رو به داخل وصل میشه. علتش چیه؟ علتش اینه که کارخونه ها اومدن فکر کردن، گفتن که این فنر ریز بود که توی کاسه نمد بود، این در اثر بیروغنی و حرارت موتور خشک میشه و حالتش رو از دست میده. مثل این یکی اومدن و یه فکری کردن، گفتن این قسمت که حالا به این شکل وجود داره و فنر داخلش قرار میگیره رو به داخل باشه تا روغن تا پشتش بیاد و همین باعث روغنکاری این فنر بشه و خاصیتش رو از دست نده. اما در مورد عوامل خرابی این کاسه نمد ها باید توضیح بدم. چندین مورد داریم برای اینکه عمر این کاسه نمد ها پایین میاد. اولین موردش استفاده از روغن بیکیفیته. زمانی که روغنی که توی ماشین میریزیم گازوئیل داره، نفت داره، بنزین داره یا هر چیز دیگه با خودش قاطی داره، باعث میشه این پلاستیک توی این قسمت که قرار داره خشک بشه و ترک ترک بکنه. به مرور زمان از همین قسمت‌های ریز که بالا وجود داره روغن نشت میکنه و روی قسمت تسمه تایم یا دنده های تایم ماشین میریزه. گاهن چون اون مقداری که نشت میکنه کمه، میریزه توی قاب تایم و شما متوجه میشین ماشین روغن کم کرده، اما هیچ اثری از اینکه روغن ریخته باشه روی زمین نیست، به خاطر اینه که توی قاب تایمه. هر چند وقت یه بار این قاب رو باید باز کنیم، توی همه ماشینا هم هست، قاب میلسوپاپ یا قاب تایم بهش میگن، و چک کنیم ببینیم روغنی روی قسمت سرسیلند یا قاب نریخته باشه. اما عامل دومی که باعث خرابی این قطعه میشه نرسیدن روغنه. توی بیشتر ماشین های ایرانی همونطور که قبلا هم گفتم به علت ضعف اویل پمپ که شرکت های خودروسازی به عمد این کار رو انجام میدن، روغن درست نمیاد توی کانال های سرسیلند و باعث خط افتادن این قسمت ها میشه. علاوه بر این، زمانی که روغن به این قطعه نرسه در اثر حرارت این خودش رو جمع میکنه، تا یه حدی خودش رو جمع نگه میداره، بعد یه مدت اینجوری از هم باز میشه، برای اینکه حرارت زیادی رو داره تحمل میکنه. خود پلاستیکش هم همینجوریه. بعد یه مدت شما موتور رو باز میکنی میبینی یه حالت ذوب شدگی به این قسمت ها دست داده، همین باعث میشه کاسه نمد خراب بشه و دوباره نشت روغن داشته باشیم. یا مثلا دیده شده توی ماشین های مثل 405 یا موتورهای TU5 طرف میاد این قسمت رو کلن چسب کاری میکنه و این قسمت کاسه نمد رو کلن جا میزنه روی میلسوپاپ و توی چسب دو طرفش هم چسب میزنه. علاوه بر این که توی این قسمت یه کانال وجود داره، اون رو کور میکنید و مانع رسیدن روغن به کپه‌ای میلسوپاپ میشید، این کاسه نمد هم باعث میشه بهش روغن درست نرسه و به مرور خراب بشه. علاوه بر این، نیاز نداریم برای جا زدن کاسه نمد بیایم چسب استفاده کنیم. حالا در اثر اینکه جاش ممکنه گشاد شده باشه خیلی میان این کار میکنن، اما اشتباهه.
بهترین راه جا زدن کاسه نمد اینه شما با یه دونه بوش اینو به صورت کامل جا بزنی. زمانی که شما این کاسه نمد رو جا میزنی روغن میده به خاطر اینه که کج جا رفته، مثلا ته کاسه نمد رفته چسبیده اینجوری از کنارا یا از این بالا اینجوری بیرونه. شما نگاه میکنی همش صافه، ولی خب به مرور از همین کنار روغن میده. برای اینکه بهتر جا بره با یه دونه بوش دستساز باید مکانیک درست بکنه برای خودش تا این رو بعد چند تا ضربه ای که بزنه کامل بره بشینه. البته یه نکته داریم، این ضربه ای که میگم نباید در حدی باشه که این پلاستیک رو قیچی بکنه، چون این پلاستیک توی بعضی از منطقه ها مثل اینجاها نرمترین جاشون هست و با یه ضربه خیلی کوچیک ممکنه پاره بشه. اما این کاسه نمد برای قسمت بالایی سرسیلندره و جایی که هوا در تردده. یه قسمت هایی داریم توی موتور که جهنمه، مثلا بین گیربوکس و خود موتور پشت فلای ویل دقیقا یه کاسه نمد همینجوری نصب میشه روی میلنگ، بهش میگن کاسه نمد ته میلنگ. توی جهنم قرار داره این کاسه نمد و علت خرابی اون کاسه نمد علتش این هست که خیلی گرما میبینه. به علت اون گرمای گیربوکس و اون گرمای فلای ویل و اون چرخش میلنگ خیلی داغ میشه، به مرور زمان ترکای ریز میکنه و باعث نشت روغن میشه. معمولا هم توی ماشین های پژو با موتور XU7 روی زمین نشت میکنه و میریزه، ولی توی یه ماشین های مثل تیبا و کویک چون قسمت پایینی گیربوکس کلن پلومه میریزه توی قسمت دیسکو صفه. یه قسمت هایی هم هستن مثل سر میلنگ، جایی که پولی های سبک بسته میشن. پشت اون قسمت هم یه کاسه نمد داریم به نام کاسه نمد سر میلنگ. توی این قسمت هم فشار کمی رو داریم اما حرارت بازم بالا هست. توی این مسئله و توی این مورد هم بازم کاسه نمد داره حرارت بالا رو تحمل میکنه. معمولاً کاربردی که داره این کاسه نمد ها همونطور که گفتم مثل یک سده. شما باید کاسه نمد سر میلنگ و یا ته میلنگ و تا زمانی که موتور فابریکه که هیچی، اما بعد از تعمیر و یا هر چند بار تعمیری که کردید هر یه سال این کاسه نمد ها رو عوض کنید. این باعث میشه توی جاده نمونید و این کاسه نمد اگر روغن رو به صورت کامل رد بده و خارج بکنه، مخصوصا کاسه نمد سر و ته میلنگ که پایین موتوره، کل روغن موتور رو خالی میکنه، کلن موتور ماشین جام میکنه یا قفل میکنه و باعث حالا یا تاغان زدن یا همون قفل شدن موتور میشه. اما اگه بخوام نکته پایانی رو بگم، زمانی که میرید کاسه نمد میخرید دقیقا کاسه نمد خراب خودتون رو بشورید و با خودتون ببرید. زمانی که دوتا کاسه نمد رو یعنی قدیمی و جدید رو بذاریم روی هم دقیقا باید یه اندازه باشن. به علت اینکه هر کسی اومده داره قطعه تولید میکنه توی موتورهای TU5, XU7، توی همه موتورها، توی موتورهای زانتیا حتی اومدن اندازه کاسه نمدها رو کوچیکتر زدن و زمانی که شما نصبش میکنی روی ماشین میبینی که آره بازم داره روغن میده و این ضعف اون شرکت سازنده هست. و حتما این قسمت داخلی رو اینجوری با دستتون فشار بدید، اگه خوابید و نرم بود کاملا درسته، خیلی نرم نباید باشه. این قسمت بیرونیش هم باید تقریبا سفت باشه. همین باعث میشه شما بتونی یه کاسه نمد خیلی خوب بگیری و نصب کنی روی ماشینت. توی موتورهای تیپ 5 یعنی موتور TU5 و موتورهای زانتیا همه نسخه هاش ما دو نوع کاسه نمد داریم. کاسه نمد دود با هوا فرق میکنه و یه مقدار کوچیک و بزرگه. از نظر کلی یکی هن، اما روی کار که میان جای یکی توی سرسیلن گشادتره و جای یکی تنگتره. برای همین شما باید هر کاسه نمد رو سر جای خودش ببندی تا مشخص بشه که دقیقا کدوم فیت وای میسته و از کنارش روغن نشت نده. همونطور که گفتم این کاسه نمد ها مرگشون نرسیدن روغن به این قطعه هست و یا اینکه روغن تقلبی بریزیم با گازوئیل مثلا قاطی باشه، اون روغن باعث میشه این کاسه نمد خشک بشه، ترک برداره و نشت روغن اتفاق بیفته. زمانی که نشت روغن اتفاق بیفته از این قسمت انتهایی میریزه روی اون قاب تایم و در نتیجه میریزه روی خود تسمه تایم. تسمه تایم دندونه های تایم چرب میشه و ماشین توی بعضی از اوقات تایم رد میده و تایم رد دادن ماشین به معنای مرگ سرسیلند و کج شدن 16 تا سوپاپ ناقابله. دم همتون گرم، حتما این ویدیو رو لایک کنید، برای دوستاتون بفرستید. خلاق و پر انرژی باشید.